سلام به عزیزانم امیدوارم حالتون خوب و خوش و سلامت و سرزنده باشید با ویدیوی دیگر از سری ویدیوهای علوم غریب ایلا ایتناهی اومدم در خدمتتون باشم و من گفتم خدمتتون که هرچی ویدیو در این کانال میذارم صرفا برای پیشرفت علم متافیزیک و اگر هم فرصتی باشه حتی در مورد فیزیک و حتی در مورد زندگی حرف میزنیم چند تا سوال پرتکرار برام اومده حالا همیشه سوالاتی که میان مثلا از در یک حیطه یک, یک سوال میبینم مثلا دو سه تا ولی نمیدونم الان نزدیک هر, هر سآل چار پنج تا سوال پرسیدید ولی هر کدومشون نزدیک که چارده پونزه بار تکرار شده نمیدونم جرشون چی هست ولی جواب خواهم داد شما میدونید من, من اینجا هستم که هر چقدر که در درونم هست در حد علمی که دارم بهتون منتقل بکنم و یک ذره هم دریغ نمی کنم و, چیزی که در حد علم من نیست با میگم در حد علم من نیست و چرا میگم چون ببینید ما نباید به سوالاتی از که ازمون پرسیده بشن اه... به صورت گذری نگاه کنیم سوال باید بش کافی چون اون کسی که تو از تو پرسید از تو میخواد بفهمونیش حتی اگر در حیطه چیز دیگه ای بپرسه مثلا یه سوالی من دارم اینجا پرسیدن آیا گناه کردن باعث ورود اجنه به زندگی ما میشه یا نه من نمیتونم بهش بگم آره یا نه چرا؟ چون اول باید تعریف گناه و با اصلا از دیدگاه خودم باید تعریفش کنم گناه ها که اون اصلا منظورش چی هست از گناه و تعریف اجتماعی که توش هستم از گناه چیه و اجتماع ببینید میخوام بشکافمش براتون گناه چیست آدم باید از خودش بپرسه بعد باید جواب بده چون تو مسئولی وقتی ازت پرسیدن اگر جوابی نداری بگو جوابی ندارم ولی وقتی جواب دادی تو مسئولی نسبت به اون جوابی که دادی یا بگیم نمیدونیم یا تا حدی که بهش رسیدیم جواب میدیم الان من در حدی که بهش رسیدم و عقلم و فرهنگم و درسم و مشغم و سرشتم و زندگیم و هر چقدر تجربه داشتم بهتون میگم از من اول باید تعریف گناه ها بکنیم بعد بریم یه چیزایی وارد اونجور چیزا بشیم آیا گناه یکسانه؟ آیا یک گناه برای اشخاص یکسانه؟ اگر من بگم گناه کردن باعث ورود اجنه به زندگی ما میشن کی گناه اصلا کی گناه؟ مثلا من منی که توی این محوت زندگی میکنم توی این کشور توی این مرز توی این غاره توی این وادی دارم زندگی میکنم نگاه میکنم یک اتفاق رو یک چیز رو یک یک شی رو یک انسان رو ما میگیم ما میگیم در آمدن موی زن گناهه درسته؟ ولی در اصل اصلا کلا در قرآن این نیومده نگفته گناهه درسته نه؟ حالا هر کی بگه نادرسته برای تحقیق کنه تو قرآن این کلام نیومده پس اسلام اسلام در مدش نگفته این تا اینجا در آمدن مثلا پای زن پیش نامحرم تا زانو حرامه در اسلام حرامه این دیگه کلا حرامه ولی در قلب حرام نیست پس شد اینجا توی مجتمعی که داریم زندگی میکنیم گناه حساب میشه و در مجتمع غربی گناه حساب نمیشه حالا من بذار بیاد بگه آیا گناه کردن باعث این میشه که جن ورود بکنه به زندگی ما خب اگه بگم آره پس تبعیض شد چرا باید وارد زندگی ما میشه وقتی گناه میکنیم ولی اونها که گناه میکنن وارد زندگیشون نمیشه پس اونها یه امتیازی بیشتر از ما دارن مگه نه یا اصلا اگر اگر ما یک اتفاق ما یک اتفاقی که افتاده یک اتفاقی که افتاده و این زانوها در اومدن این در عالم طبیعت و خارج از دین خارج از دین که بشیم خارج از دین اصلا کلا دین رو بذاریم کنار این چیه یک پای یک پاد که در اومده چرا جن اون وقت باید بیاد سراغ این خانم وقتی تو ایران زندگی میکنه ولی وقتی تو اروپا زندگی میکنه این جن نمیاد سراغش پس جواب قطعی نباید بدیم نمیتونیم جواب قطعی بدیم چون تعریف گناه یکسان نیست درسته یا نه؟ پس من نمیتونم جواب بتون بدم اینجا و اگر بخوام جواب قطعی بتون بدم از اپشن دوم میام جلو اپشن دوم چی میگه؟ اپشن دوم میگه شما که گفتی گناه کردن از نظر دین اسلام قربو گذاشتیم کنار دین آوردیم تازه گذاشتیم کنار دینو الان آوردیمش وسط دین اومد وسط گناه کردن با این پایی که نشون نامحرم دادی میگن جنها رو وارد زندگیت میکنن چی کار میکنن خیر رو برات میارن نه شر رو برات میارن پس با این حساب با این حساب این جنهای رحمانی هستند وارد زندگی شدن اینا ظالمن و جنهای بد نمیخوام ب... سفلیو نمیدونم نمیخوام وارد اون بحث بشم و طولانی بشه جن بد خوب و بد ما میذاریم دیگه کلا رحمانی و سفلی و شیطانی اینا بذاریم کلار بعد جنهای بد وارد زندگیت نمیشن پس وقتی گناه بکنیم پس وارد زندگی چیزی نمیشه اینجا به, این نتیجه رسیدیم درسته یا نه ببینید یک سوال چقدر بحث داره به الان اگر از همین لحظه تا یک روز کامل میتونم براتون صحبت کنم در مورد همین سوالی که پرسیدید این زن این زن تو ایران پاهاش لخت بشه جن میاد دنبالش بره تو آلمان جن نمیاد دنبالش این آلمانی ها همشون جن رفته دنبالشون خیر اگه کار بدیه خب شیطان خوشحال میشه دیگه جن های شیطانی نمیان سراغت خوشحال میشه جن این از این نمیخوام زیاد بشکافم و باز کنم ب... کلا این جریانو که بریم تا خود نقطه آخر چون خیلی طول میکشه همین الانش هم هشت دقیقه شد یک سوال دیگه گفتن رابطه نامشروع باعث میشه جنها وارد زندگیمون بشن خیر چون همون سواله دقیقا همون سواله پرسیدن اگر لخت خونمون بگردین واقعا جن میاد سراغمون خیر جن وقتی میتونه از وسط رد بشه و تو از وسط رد بشی چه فرقی براش دا؟ فرق داره چه فرقی داره براش که تو لخت باشی یا غیر لخت باشی اون اصلا کلا مرزی بین تو اون وجود نداره از هم دیگه رد میشید شما توضیح هم دادم گفتم گفتم وقتی تو یک جن و بیاد مستقیم رو برود و به هم دیگه برخورد میکنید از هم دیگه رد میشید نمیتونید در هم بمونید داخل هم دیگه بمونید شما وقتی در مساوات یک جن و اومد بهت برخورد کرد و دقیقا همونجا که استادی استاد باور کنید نمیشه گفت اون وارد بدن شد تو وارد شدی و اون وارد شد یک قدم بری اون ورتر جا میمونه پشت سرت میمونه چرا چون لنگر که نداره لنگر انداخته رو زمین یا لنگر انداخته به رودت و تو،, تو رو گرفته نه و اون هم حکم باد رو داره حکم هوا رو داره چون نمیبینیمش آیا یک جسم شما میتونید نبینید جسم دیده میشه چرا نمیبینیمش چون جسم نیست دم و باز نمه دیگه وقتی من دم بکشم درسته دم بکشم آیا هوا میتونه جرأت کنه تو بدن من بمونه نمیتونه انداختمش بیرون پس نمیتونه در بدن من بیسته جن توجه کردید و لزومی نداره اصلا کنن از دهن من بره داخل بدن من خودش رد میشه از من رد میشه از دیوار این از این و سوال سوال این نبود مبحث مبحث جن خیلی طولانیه و سوالی که پرسیدید و گفتید دوری کردن از گناه خب اون هم همون سواله رابطه نامشروع همون سواله ها این سوال و اون کامل کنم که گفتید گفت لخت بشیم داخل خونمون خیر تا دلت بخواد تو خونت لخت لخت مادر زاد باش هیچ اتفاقی برات نمیفته چون اون جنی که تو رو لخت ببینه و ازت خوشش بیاد اون تو رو دیده بدون اینکه لباست در بیاری پس با این حسب دیگه نه حموم بریم نه دستشویی بریم نه لباس عوض کنیم دیگه این جن چه فرقی میکنه دیگه چه ما لخت بگردیم توی خونه چه همون لحظه که عوض کردیم نگاهمون میکنن بابا ما توی زند... توی دنیایی که داریم زندگی میکنیم همین الانی که دارم باطن حرف بزنم حرف میزنم 300 400 تا جن از پیشم رد شدن این حرف این مسخره بازی ها چیه همین الان به خداوندی خدا قسم قسم میخورم براتون همین الان 300 تا جن دارن از پیش من رد میشن نش مثال میگم یعنی من وقتی بخوام برم حموم برم حموم کنم لخت میشه نداره جن نمیاد سراغ من و وقتی تو خونم بگردم لخت بگردم بیاد و یک سوال هم از دیگه از اون پرسیدن گفتن آیا واقعا چی این سوال من یکی برام نوشته پسرم برام نوشته زیاد واضح نیست ها آیا واقعا باید وقتی با همسرمون نزدیک کنیم بسم الله بگیم خیر خیر دین اسلام میگه میگه نجس میشید پس چطور واسه امری که نهایتش نجسه شما بسم الله میگید گناه اصلا گناه کرد اگه بگی بسم الله باور کنید گناه کردید شما ببخشید استغفر الله نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله شما وارد سرویس بداشتی بشید بگید بسم الله نه نمیگید بسم الله چرا چون این نجسه انسان بعد از عمل نزدیکی نجس میشه پس چطور بسم الله بگم واسه کار نجس آیا شما تا, حالا واسه, واسه نماز که رفتید گفتید بسم الله آره گفتیم بسم الله وقتی تموم کردید نجس بودید نه خیر نجس نبودیم اصلا طاهر میشی تهارت میکنیم تهارت میکنیم که بریم برای نماز تهارت میکنیم که بریم واسه چیزی که با بسم الله شروع میشه باید طاهر باشیم که بریم واسه چیزی که با بسم الله شروع میشه و وقتی تموم بشه بازم تاهر باشیم چطور ما بسم الله بگیم واسه نزدیکی با همسرمون در حالی که ما نجس در میاییم آخرش لابد آخرش هم میگیم صدق الله العلی العظیم بدون اینکه فکر کنم من جواب نمیدم از نظر من حرامه نباید بگید بسم الله چرا باید بگید اصلا چرا باید اصلا دلیلی نداره که بگید بسم الله دلیلش یکی بیاد بزار بیاد دلیل این کارو به من بگه این چه سوالی پرسیدید اصلا من نمیدونم این سوال این سوال کلا حتی اعصابمون خراب کرد اعصابمون چرا خدا رو اینقدر کوچیک میبینید بابا خدا بازی نیست که سر هر کسافت کاری که میکنیم اسم خدا رو هم میخوایم بیاریم مقدسه ازدواج مقدسه خب مقدسه باشه چرا باید توی این مسائل هم خدا رو هم درگیر کنیم کچل کردیم سر خدا رو به خدا چرا اینجوری ما مگر نمیگیم کسی که نجسه نباید اسم خدا رو بیاره درسته یا نه بعد از اینکه نزدیکی کردی مگه تو کار مقدسی انجام ندادی که با بسم الله شروعش کردی چرا, چرا نمیتونی به قرآن دست بزنی ها میتونی قرآن دست بزنی؟ نمیتونی به قرآن دست بزنی چون تو یک کاری که کردی الان نجس شدی به قرآن نمیتونی دست بزنی ولی اسم خدا رو میاری عجب عجب این از جواب سوالتون امیدوارم به جواب سوالتون رسیده باشید خیلی حرف دارم من خیلی حرف دارم به خدا من نمیدونم کلا چی بهتون بگم یه ویدیوی دیدم که براتون ویدیو خواهم ساخت در موردش میگه این ستاره مگن داوود خب اون رأس عرب بالایش کعبه است حالتون خوبه؟ خیلی جالبه این ویدیویی که خواهید دید بعدا بعد از این ویدیوهای آینده دوستتون دارم خیلی زیاد و خدا نگهدار دار من